خدا. با سری آموزش های فرادرس و آموزش نرم افزار گمز در خدمت شما هستیم. بنده مسعود آتشپز دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی صنایع این دوره آموزشی رو برای شما تدریس خواهم کرد. نرم افزار گمز همطور که از اسمش مشخصه مخفف عبارت General Algebraic Modeling System، سیستم عمومی مدل سازی جبری، یک نرم افزار تخصصی جهت حل مدل های ریاضی و بهینه کردن اونها می باشد. مدل سازی ریاضی جهت حل مسائل دنیای واقعی کاربردهای زیادی می تونه داشته باشه، مخصوصا وقتی که ما با مفهومی مثل محدودیت منابع سر و کار داریم. به طور مثال، مثلا در جنگ جهانی دوم می‌خواستن با کمترین مقدار مهمات بیشترین تلفات رو به دشمن وارد کنن. مثلا بهترین مکان قرار گرفتن رادارها رو می‌خواستن مشخص کنن به طوری که کمترین مقدار رادار استفاده بشه، یا مکان قرار گرفتن مین‌های دریایی با کمترین مین و بیشترین پوشش دهی مثلا اون مناطقی که می‌خواستن ازش محافظت کنن. بعد جنگ جهانی تو مسائل تولید و اقتصادی اهداف و مثلا دیگه اومدن دیدن که مسائل همونه ولی اهداف عوض میشه. به عنوان مثال، به جای بیشترین تلفات برای دشمن، بیشترین بازدهی یا بیشترین سود این بار میاد هدف قرار میگیره. یا میتونه اهداف ما به صورت کمترین زمان و هزینه و محدودیت های ما به جای مثلا مهمات سرباز میاد میشه زمان در دسترس اپراتور و کارگر، یا به جای مهمات میاد میشه محدودیت منابع اولیه یا محدودیت سرمایه گذاری. پس مدل سازی ریاضی برای حل مسائل دنیای واقعی ما خیلی کاربردهای گسترده ای داره. پس ما الان نمیتونیم دقیقا بگیم که مدل سازی ریاضی مربوط به مهندسی فلان هستش. میتونیم بگیم اکثر رشته های مهندسی با این قضیه سر و کار دارند. یعنی هر جایی که ما نیاز داشته باشیم یک مقدار مورد نیازمون و مقدار مطلوبمون رو به بهترین مقدارش برسونیم با توجه به یک سری محدودیت هایی که داریم، میتونیم از مدل سازی ریاضی و برای حل اون از نرم افزار گمز استفاده کنیم. نرم افزار گمز هم یک ابزار تخصصی برای حل این نوع مدل های ریاضی. خوبی نرم افزار گمز اینه که چون به طور تخصصی برای حل مدل های ریاضی طراحی شده، به نظر من یکی که با مدل سازی ریاضی به طور کامل آشنایی داشته باشه میتونه گمز رو خیلی راحت یاد بگیره. یعنی نرم افزار سختی نیستش. حالا ما سعی خواهیم کرد در طی این دوره آموزشی یک سری اصول نوشتن مدل های ریاضی هم پوشش بدیم، چون بعد اینکه ما بتونیم یک مدل پارامتریک ریاضی رو بنویسیم، نرم افزار گمز بیشتر شبیه نرم افزار ورد خواهد بود. یعنی ما همون مواردی رو که تو نوشتن مدل رعایت می‌کردیم به همون ترتیب تو نرم افزار گمز هم رعایت خواهیم کرد و نرم افزار سختی به هیچ وجه نیستش و مطمئنم تا آخر این دوره آموزشی قادر خواهیم بود که نرم افزار گمز رو به طور کامل یاد گرفته باشیم و مدل هایی که برای مقالات خودمون یا پایان نامه خودمون داریم و خودمون بتونیم حلشون کنیم. پس اجازه بدین قبل از اینکه وارد خود نرم افزار گمز بشیم، با چند تا مثال ساده بیاین مدل های ریاضی رو اول بررسی کنیم، بعد ببینیم مدل استاندارد یا مدل پارامتریک، حالا من میگم پارامتریک، برای یک مدل ریاضی به چه صورتیه. بعد خواهیم دید که نرم افزار گمز هم دقیقاً همین قدم هایی که اینجا داریم طی میکنیم. برای شروع من میخوام با یک مسئله زنجیره تامین شروع کنم. مسئله زنجیره تامین مسئله ایه که تو اکثر رشته های مهندسی میتونیم باهاش ارتباط داشته باشیم. به عنوان مثال، از تو مهندسی برق میتونه از نیروگاه ها بفرسته به پخش کننده های جریان برق و از اون بفرسته به مصرف کننده های خرد یا مثلا خونه ها. یا یک شرکت مادر مواد اولیه رو میفرسته به کارخونه، کارخونه میفرسته به نمایندگی های فروش، نمایندگی فروش هم میفرسته به دست مشتری ها و کلی مثال از این نوع میتونیم ما داشته باشیم. خب پس برای شروع ما فرض کنیم که یک زنجیره تامین دو سطحی داریم. فرض کنیم که مثلا دو تا کارخونه دارم. کارخونه اول بگیرم آ، یک کارخونه دیگه نه مثلا بگیرم بی. فرض کنید این دوتا کارخونه موادشون رو میفرستن به دوتا انبار، یکی رو بگیرم اس ولی یکی هم بگیرم تی، و این دوتا انبار مواد رو میفرستن به دست مشتری. حالا فرض کنید سه تا هم مشتری بگیرم، یک دو و سه. خب
پس اینها رو بگیرم کارخونه، اینا رو میگیرم انبار، استورز و اینم کاستومرز. الان ما میخواییم بدونیم که اگه از کارخونه به انبار S، از کارخونه A به انبار S یک کالایی رو بفرستیم، مسلماً یه هزینه ای خواهیم داشت. فرض کنید این هزینه ها رو با فلش هایی نشون بدیم. بالای فلش هم مقدار هزینه رو مشخص میکنم. خب از A به S به ازای هر واحد فرض کنیم 2 تومنه، از A به T با یه فلش نشون میدم 5 تومنه، حالا 5 واحد پولی هستش. خب از B به T 4 واحد پولی و از B به S 2 بگیریم به عنوان مثال 7 واحد پولی. خب ارسال از انبار به دست مشتری هم مسلماً یک هزینه‌ای خواهد داشت. میتونه این هزینه حمل و نقل باشه، هزینه هر هزینه‌ای که میتونیم در نظر بگیریم. عددهاشو دوباره روی یک فلش‌ای نشون بدم. از S به مشتری 1 3، از S به مشتری 2 4 و از S به مشتری 3 7 واحد پولی. از تی به مشتری 3 5 و 2 واحد پولی. پس ما الان مسئله‌ای که داریم و می‌خوایم اینو مدلش کنیم به این صورته. 2 تا کارخونه آ و ب دارم، 2 تا انبار دارم که اسمشو گذاشتم اس و تی، و 3 تا مشتری دارم که اسمشون رو گذاشتیم 1 2 و 3. میگم که به ازای هر انتقال جنسی از کارخونه به انبار بستگی به کارخونه و انبار ده. مثلا از کارخونه A به انبار S 2 واحد پولی باید هزینه کنیم، از کارخونه A به T 5 واحد پولی و الی آخر. الان من میخوام، هدف مسئله من اینه که مقدار کل هزینه‌مو کاهش بدم. پس میتونم بگم که هدف مسئله من فعلا چیه؟ مینیمم کردن هزینه هستش. اگه الان مسئله رو من الان بخوام حلش کنم، مینیمم کردن هزینه، خب مدل من، یعنی جواب منطقی من اینه که کاری نکن، هیچ کاری انجام نده. تو وقتی الان یک جنسی رو از A بفرستی به S 2 تومن باید خرج کنی. خب همین الان من اگه بخوام مدل رو حل کنم، یه هیچ کاری انجام نده و هیچ پولی هم خرج نکن، تو بتونی مینیمم هزینه تو ارضا کنی. چیزی که مجاب میشه که ما سیستمو وادار کنیم که این اجناس رو بفرستیم از کارخونه به انبار و از انبار به مشتری، میتونه مثلا تقاضای مشتری ها باشه. تقاضای مشتری رو جلوش میتونم بنویسم. تقاضای مشتری 1 و 60 بگیرم، تقاضای مشتری 2 و 40، تقاضای مشتری 3 و 70 واحد. و خیلی منطقیه که ما برای کارخونه ها ظرفیت تولید بی نهایت رو در نظر نگیریم. یعنی یک کارخونه نمیتونه هر چقدر دوست داره تولید کنه. با توجه به ساختار کارخونه، ساختار کارگرهاش، یک سری محدودیتی داره. فرض کنیم کارخونه A در واحد زمانی میتونه 100 تا عرضه داشته باشه و کارخونه B مقدار عرضهش 90 تا باشه. اینم بگیرم مقدار عرضه، اینم بگیرم مقدار تقاضا. پس الان ما موظفیم، یعنی خودمون مکلف میدونیم که این 60 تا تقاضای مشتری 1، 40 تا تقاضای مشتری 2 و 70 تا تقاضای مشتری 3 رو برآورده کنیم. برای اینکه ما بتونیم اول مدلش کنیم این مسئله رو، نیاز داریم ببینیم که چه چیزی را باید تغییر دهیم، یا دقیق تر بگم تنظیم کنیم. ما به این در ادبیات مدل میگیم متغیر تصمیم. متغیر تصمیم
من میگم که این 60 تقاضای مشتری اول باید برآورده بشه، ولی نمیدونم از کارخونه چقدر باید به انبار بفرستم و از انبار چقدر باید به دست این مشتری بیاد. مقدار ارسالی که از کارخونه ها به انبار داریم و میتونم من با یک متغیری به اسم X نشون بدم و مقدار ارسالی که از انبار به دست مشتری داریم و با یک متغیری به اسم Y. پس الان متغیرهای تصمیم ما مشخصن، یعنی اینهایی که دست ما هستن و ما میخواییم با توجه به اینها طوری اینها رو تنظیم کنیم، طوری اینها رو مقدار دهی کنیم که هزینه ما در آخر کمترین مقدار ممکنش باشه. وقتی من میگم متغیر من ایکسه، آیا نشون دهنده اینه که مثلا از کارخونه آ به انبار تی چقدر ارسال خواهد شد؟ نه. چرا؟ چون اینجا ما 4 حالت مختلف داریم، از آ به اس بره، از آ به تی، از بی به اس بره، از بی به تی. پس ما دقیقا برای اینکه مشخص کنم هر کدومش چه مقداریه باید یک اندیسی بهش بدم. یه اندیس برای مبدأ بهش میدم و یه اندیس برای مقصد. اندیس مبدأ رو میتونم بگیرم آی و اندیس مقصد رو میتونم بگیرم جی. پس آی ما همون کارخونه های ما شد. اینجا دایره میذارم. و انبار رو ما با جی نشون دادیم. خب پس ایگرگ ما هم دوباره نیاز به اندیس داره، یک اندیس مبدأ و یک اندیس مقصد. چون استور رو با جی نشون دادم پس مبدأ این میشه جی. میتونیم برای مشتری ها یک اندیس تازه مثل کا تعریف کنم، پس کاستومرز هم ما با کا نشون دادیم. پس متغیرهای تصمیم ما میتونم بگم ایکس و ایگرگ که اندیس های آی جی و جی کا خواهد داشت. یا این مثال رو مثلا فرض کنید که به جای کارخونه ها بگیرم اینا توزیع کننده های اصلی هن، اینا توزیع کننده های محلی هن و این سه تا مشتری ها هستن. به ازای هر انتقالی از توزیع کننده های اصلی به محلی 2 واحد پولی باید بدم و به ازای هر مثلا از توزیع کننده های محلی به مشتری مثل این هزینه باید بدیم. و یه تقاضایی داریم و یک ظرفیت تولیدی داریم که با توجه به این میخوایم تصمیم بگیریم که به چه شکلی ما اینها رو تقاضاها رو برآورده کنیم به طوری که هزینه ما کمترین مقدار ممکنش باشه. این یک مثال کلی از زنجیره تامین هستش یا بهش میگیم سپلای چین. ما کم کم این مدل رو پیشرفته ترش میکنیم، محدودیت های بیشتری بهش اضافه میکنیم و در قالب یک مسئله سپلای چین با ابعاد واقعی حلش خواهیم کرد. ولی فعلا در همین حد برای اینکه بتونیم یک مدل و یک کد گمز رو با همدیگه واردش بشیم کفایت میکنه. خب شروع کنیم برای مدل کردن این مسئله. اون شکل قبلی رو من اینجا دوباره میارم، بذارم یه گوشه. ما الان به ازای هر واحدی که از کارخونه آ به انبار اس بفرستم 2 تومن هزینه دارم. اگه مثلا 3 تا بفرستم پس میشه 3 ضرب در 2. از آبتی هر واحد من 5 واحد پولی هزینه داره. اگه 2 تا بفرستم میشه 2 ضرب در 5. 3 تا بفرستم 3 ضرب در 5. x تا بفرستم میشه x ضرب در 5. پس هزینه های ما، هزینه کل ما میتونم به این صورت به دستش بیارم. بنویسیم هزینه برابر از آب اس 2 تومنه ضرب در مقدارش چقدر باشه؟ x از آب s. درسته؟ گفتیم که این قسمت رو با x نشون میدیم. به علاوه از آب t هزینهش 5 تومنه، پس میگم 5x آب t. به علاوه از b به s هزینهش هر واحدش 7 تومنه، از b به s علاوه و از بی به تی هزینه هر واحد 4 تومنه، پس میشه 4 تا. مقدارش هم ایکس بی به تی. علاوه خب مقدار هزینه که از کارخونه به انبار فرستادن ما محاسبه کردیم. حالی کاری ندارم که این مقدار ایکس ها چقدره. اگه 2 تا باشه میشه 2 ضرب در 2. 0 باشه میشه 0 ضرب در 2 و هزینه اعمال نمیشه.
ما مقدارش رو x گذاشتیم، حالا xش رو مدل تصمیم میگیری که مقدار ما مقدار بهینه این x چقدر باشه، هر کدوم از این x ها رو مدل برای ما تعیین خواهد کرد. حالا ببینیم هزینه های ارسال از انبار به دست مشتری ها رو هم گفتیم که با این فلش هایی که روشون عدد هستش نشون دادیم و مقدار هر کدوم هم با y نشون دادم. خب از مشتری، از انبار S به مشتری 1 هزینهش چقدره؟ 3 تومن. مقدارش چقدره؟ میشه YS1. پس کل هزینهش اگه از S به 1 بفرستم میشه 3 تا YS1. بله. اگه از S به 2 بفرستم میشه هزینه 1 دونش 4 تومن و مقدارش هم میشه YS2، پس میشه 4 تا YS2 و همینطور همه رو جمع کنم. آخری هم میشه مقداری که از T به مشتری 3 بفرستیم میشه 3 تا YS3. این کل هزینه های ماست. میتونیم هزینه رو با Z نشون بدم. ما قراره چیکار کنیم؟ این هزینه رو مینیمم کنیم. پس میتونم بگم مینیمم Z مساوی هست با این مجموعی که نوشتیم. یک سری محدودیت داشتیم. محدودیت ها همون هایی بودن که به عنوان مثال ما رو مجبور کردن که این سیستم رو مجاب کنیم که یک تحرکی برای خودش بده، مثل تقاضای مشتری ها. خب بیام اول تقاضای مشتری ها رو به مدل بفهمونیم. تقاضای مشتری، گفتیم که تقاضای مشتری ما باید برآورده کنیم، یعنی جز فرض مسئله ما اینه که حتما اون تقاضایی که مشتری داره بهش برسه. تقاضای مشتری یک از کجا بهش میرسه؟ یا از انبار S میاد یا از انبار چی؟ T. درسته، از جای دیگه ای که ورودی نداریم، فلشایی که به سمت مشتری یک گرفتن یا از S یا از T. پس میگم اون مقداری که از انبار S میاد بعد به مقداری که از انبار T میاد باید حداقل 60 باشه. مقدارها رو گفتیم با چی نشون میدیم؟ Y. Y که از S به 1 میره بعد به Y که از T به 1 میره یا مساوی یا حداقل بیشتر از 60 باشه. من حالا میگیرم بیشتر از 60، فرقی ندار. برای مشتری دوم چی؟ یا از S به مشتری دوم میره یا از T به مشتری دوم. این هم بیشتر مساوی تقاضاش 40. و برای مشتری سوم این همین حالت، S به علاوه Y T بزرگتر مساوی 70. پس این محدودیت تقاضای مشتری رو فعلا با این سه تا نوشتیم. خب دیگه چه محدودیت هایی داریم؟ یه دونه هم محدودیتی محدودیت عرضه رو بگیرم. محدودیت عرضه کارخونه آ میتونم با مقدار خروجیش نشون بدم، یعنی بگم که مقدار خروجی که از کارخونه آ دارم امکان نداره از مقدار 100 بیشتر بشه. خب مقدار خروجی از کارخونه آ یه دونه مقداری که از آ به S میره، یک مقداری که از آ به T میره. اینها رو هم با X نشون دادم. پس میتونم اینطوری بنویسم مقدار Xی که از آ به S میره به علاوه مقدار Xی که از آ به T میره باید کمتر مساوی ظرفیت تولیدش، یعنی 100 باشه. و برای کارخونه B مقداری که از B به S میره به علاوه مقداری که از B به T میره باید کمتر مساوی مقدار 90 باشه. پس اینم به دلیل محدودیت عرضه ماست. خب به نظرتون الان محدودیت دیگه ای دارم جز این که حالا بگم X و Y مقادیر مثبتی هستن؟ همیشه در مدل هایی که داریم می نویسیم یادمون باشه که الان ما اینجا چند جفت متغیر تصمیم داریم؟ دو جفت، یکی X و یکی Y. ما در مسائل واقعی تو مدل های پایان ناممون، تو مدل های مقالاتمون همیشه باید یادمون باشه که بین متغیرهایی که داریم در مسئله متغیرهای تصمیممون دو به دو باید یک سری ارتباط برقرار کنیم.
حالا این محدودیت هایی که برای تقاضای مشتری همشون بر حسب ایگرگه، محدودیت هایی که برای عرضه دارم همشون بر حسب ایکسه. الان ما محدودیتی نداریم که بیاد بین ایکس و ایگرگ ارتباطی برقرار کنه. برای اینکه ما بتونیم این ارتباط رو برقرار کنیم نیاز به یک سری محدودیت های دیگه داریم. خب به نظر شما کجا میشه این محدودیت رو اعمال کرد؟ اگه دقت کنیم تو انبارها میتونم اینو در نظر بگیرم. مثلا بگم که مقدار ورودی به انبار S از مقدار خروجی از انبار S حتما باید بیشتر باشه. حالا شاید یک مقداریش اینجا بمونه. ولی امکان نداره مقدار خروجی مثلا 50 تا باشه 60 تا از انبار خارج بشه. درسته؟ پس ما باید یک جوری به مسئله طی این محدودیت رابطه بین X و Y برقرار کنیم. خب این رابطه رو میتونم بگم که مقدار ورودی به انبار S بزرگتر مساوی مقدار خروجی از انبار S باشه. این شکل رو دوباره اینجا میارم برای اینکه محدودیت ها رو متوجه بشیم. خب گفتیم که مقدار ورودی به انبار بزرگتر مساوی مقدار خروجی از انباره. خب ورودی هایی که به انبار S دارم، یکی از کارخونه A هستش، فلش هایی که به سمت انبار S میره، یکی از کارخونه A هستش و یکی از کارخونه B. گفتیم این متغیرها رو هم با چی نشون میدیم؟ X. پس یه دونه X که از A به کارخونه S میره و یه دونه چی؟ X که از کارخونه B به انبار S میره. این مقدار بزرگتر مساوی از مقدار خروجی. مقدار خروجی که از انبار S دارم یا به مشتری 1 یا به مشتری 2 یا به مشتری 3. یعنی فلش هایی که از انبار S خارج میشه. میتونم بگم Y از S به 1 بره، از S به 2 بره و از S به 3 بره. یعنی مقدار ورودی که به انبار S رفته از مقدار خروجیش حتما باید بیشتر باشه. همین در مورد انبار T هم صدق میکنه. یعنی X A به T به علاوه X B به T بزرگتر مساوی Y T به 1، Y T به 2 و Y T به 3. خب متغیرهایی که داریم XIJ و YJK مسلما باید بزرگتر مساوی 0 باشن. و فرض کنید مثلا مدلی که ما داریم از جنس تعداده، یعنی تعدادیه که از A به S میره، و اگه این شکلی باشه باید بگم X و Y جزء عددهای صحیح هستن، اینتیجر هستن. مثلا تو تعداد ماشینی که مثلا از کارخونه به انبار میره دیگه نمیتونم بگم 2 و 3 دوره گردش ماشین، یا 2 تاست یا 3 تاست. حالا تو این مسئله من فرض میکنم که اینتیجره، تا ببینیم کد کردن این در گمب به چه صورتی. خب شاید الان فعلا تا اینجا بگیم که خب اینا ربطی به نرم افزار گمب نداره، ولی خب اگه اجازه بدین ما گام به گام میخوایم بریم جلو، اول با ماهیت مدل و ماهیت پارامتریک مدل آشنا بشیم و بعد میبینیم که نوشتن کد گپس خیلی راحت و دقیقا همین مراحلیه که داریم طی میکنیم. تا اینجا ما مدل مثالمون رو نوشتیم. من سعی میکنم یک بار دیگه این مدل رو به صورت مرتب در یه استاید جدید بیارم و ببینیم که مدل پارامتریک این مسئله به چه صورتی خواهد بود. خب همون مدلی که ما داشتیم رو من سعی کردم توی استاید جدید به صورت مرتب اینجا بیارم و چون این مدل برای ما لازم خواهد بود الان برای اینکه تبدیل کنیم به حالت پارامتریک، من سعی کردم برای اینکه وقت تلف نشه دوباره این استاید رو بسازم و ادامه بدم. محدودیت‌های تقاضا مشخصه، به این 3 تا محدودیت دارم که مربوط به تقاضای مشتریه، 2 تا محدودیت دارم مربوط به عرضه کارخونه هاست، ظرفیت کارخونه ها. و گفتیم که برای اینکه بین متغیرهای X و Y یک رابطه برقرار کنیم محدودیتی نیاز داریم که اسمش رو گذاشتم محدودیت مربوط به انبار، که گفتم ورودی انبار باید از خروجی اون بیشتر باشه. و آخرش هم میگیم که متغیرهامون مثبت هستن و جزء عددهای صحیح هستند. خب ما این مدل رو میذاریم همینجا بمونه. الان ما نیاز داریم که ببینیم نوشتن مدل به صورت پارامتریک چی هستش.
و باید برای این کار از کجا شروع کنیم. خب من این اسلاید رو میذارم همینجا بمونه. بریم یکم در حالت پارامتریک تمرین داشته باشیم. حالت نوشتن مدل ها به صورت پارامتریک. مثلا نوشتن مدل به صورت پارامتریک. خب منظور از نوشتن به صورت پارامتریک اینه که در نوشتن مدل هیچ عددی به کار گرفته نشه، یعنی عدد نداشته باشی. حالا مثال میگم براشون. فرض کنید ما یک عبارتی به این صورت دارم x1 به علاوه x2 به علاوه 3 نقطه تا x10 کوچکتر مساوی 50. فرض کنید یک محدودیتی به این صورت دارم. اگه بخوام این رو الان به صورت پارامتریک بنویسم باید چیکار کنم؟ میدونم که بین x ها علامتی که به کار رفته علامت جمع هستش. خب پس من میتونم از علامت سیگما استفاده کنم. x-ی که در اینجا دارم اندیسش یک دونه است، یعنی یا x1 یا x2 درسته، یه اندیس بیشتر نداره. پس میگم x یه اندیسی، حالا مثلا نامگذاری کنم مثل اندیس آیو برای x در نظر میگیرم، بعد میگم که آی مساویه یک تا چند اومده، از یک شروع شده دو سه الاخر تا آخرین مقدارش آی مساویه دهه. پس میگم از یک تا ده x آی کوچکتر مساویه. گفتم عدد نباید داشته باشم، میتونم به جای این 50 بگیرم یک مقداری مثلا m. پس میگم کوچکتر مساوی m. m من الان از چه نوعیه؟ بهش میگیم اسکالر، یعنی یک مقدار عددی هستش. خب یک مثال دیگه فرض کنیم داشته باشیم به این صورت x یک یک به علاوه x یک دو x یک سه بزرگتر مساوی 40. خب فرم پارامتریک اینو اگه بخوام بنویسم دوباره چون علامت بین این x ها جمع هستش میتونم از علامت سیگما استفاده کنم. خب این بار x من چند تا اندیس داره؟ مشخص دوتا x i j، دوتا اندیس حالا i j میدم، فرقی نداره، میتونستم j k بدم، خودمون نامگذاری میکنیم. الان اندیس اول ثابت میمونه یا اندیس دوم؟ مشخص ببینید یک همیشه ثابته، اینجا اندیس دومی که داره تغییر میکنه یک دو سه الاخر. پس اونی که تغییر میکنه ما سیگما رو روی اون اندیس میبندیم. پس اینجا J تغییر میکنه، میگم J تغییر میکنه از چند تا چند، از یک شروع شده و تا سه اومده، یک تا سه بزرگتر مساویه. دوباره میگم برای 40 میتونم یه S بگیرم مثل C بزرگتر مساویه C، که اسم C هم گفتیم چیه؟ اسکالره، یعنی یه عددی. خب به ازای چی؟ الان اینجا آی من چنده؟ آی من اینجا چنده؟ یک هستش، درسته؟ همیشه یک. پس میگم که آی مساویه یک. خب همیشه دقت داشته باشیم در نوشتن حالت پارامتریک، خیلی نکته مهمی هستش که ما هیچ اندیسی رو نباید بدون تکلیف رها کنیم. الان اینجا دقت داشته باشیم x i j چند تا اندیس داره؟ دو تا. تکلیف J رو ما با سیگما مشخص کردم، میگم J از یک شروع میشه تا سه ادامه پیدا میکنه. اگه تکلیف I رو مشخص نکنم این عبارت ما غلط میشه. تکلیف I رو چطوری مشخص میکنم؟ میگم به ازای I مساویه یک. خب حالا فقط یک مثال دیگه، الان رفته رفته اینا رو بیشتر متوجه میشه. فرض کنید X یک یک بلاویه x2 1 x3 1
x 4 1 کوچکتر مساوی 80. خب اینو به صورت پارامتریک اگه بخوایم بنویسیم، میگم چون اینها با هم جمع شدن حداقل یک سیگما رو خواهند داشت، شاید بیشتر باشه ولی حداقل یک سیگما رو دارم. فعلا یک سیگما رو می‌نویسم. برای x هم دو تا اندیس میدم، اینها رو مشخصه. حالا میگم که کدوم اندیسه که ثابت میمونه و کدوم اندیسه که تغییر میکنه. میبینم که 1 2 میشه، 2 3 میشه، 3 4 میشه، ولی اندیس دوم همیشه برای ما 1 مونده. پس میگم که اندیسی که تغییر میکنه آیه از چند تا چند؟ از 1 تا این بار 4. بعد کوچکتر مساوی به جای 80 هم میتونم یک اسم براش بذارم، مثلا بذارم این بار L. و تکلیف اندیسی که الان مشخص نیست کدومه، حال مشخص شده، J مشخص نیست، میگم به ازای J مساوی 1. دقیق کنین L اندیسی نداره، اگه اندیسی داشت باید تکلیف اون هم مشخص میشد. مثال دیگه ای که اگه داشته باشم به این صورت میتونم بگم x a b علاوه x b b علاوه x c b علاوه x d b کوچکتر مساوی فرض کنید مثلا دوره 5. خب فرم پارامتریک این هیچ فرقی نداره، چه عدد باشه چه حروف اندیس برای ما ماهیت خودش رو خواهد داشت. چون جمع هست یه سیگما میذارم، دو تا اندیس داره، دو تا اندیس معرفی میکنم، یکشو میذارم آی، یکشو میذارم جی. اندیسی که تغییر میکنه کدومه؟ با میشه ب، ب میشه سه، سه میشه د. پس آی من اندیسیه که تغییر میکنه. میگم آی از چند تا چند؟ اولی آی تا آخری ایه. کوچکتر مساویه، حالا اسم این هم میتونم ببره هرچی که دوست دارم بذارم، بذارم مثلا N به ازای اندیس J مساویه چی؟ به ازای J مساویه همیشه مقدارش B هستش. خب اینم حالت پارامتریک این محدودیت. به عنوان یک مثال دیگه میتونم اینطوری در نظر بگیرم که x a1 علاوه b1 c1 کوچکتر مساوی x a1 a2 بس. خب اگه بخوایم اینو به صورت پارامتریک بنویسیم، میگم اول طرف اول رو بنویسم. طرف اول مجموع 3 تا ایکسه، پس فعلا یه سیگما رو خواهم داشت حداقل، چون علامت جمع داره. دو تا اندیس دارم برای ایکس، اندیس ها رو میتونم آی و جی نمون گذاری کنم. اینجا کدوم اندیس تغییر میکنه؟ اندیس اولی آ میشه ب، ب میشه 3. پس میگم آی از آ تا سی تغییر میکنه. کوچکتر مساویه چی؟ این ورم دوباره مثل همون دو تا اندیس دارم، آی و جی. این بار اندیسی که تغییر میکنه اندیس دومه، جی تغییر میکنه از 1 تا 3، درسته؟ ولی حتما باید اشاره کنم که تو اینجا مقدار جی من همیشه چند بوده؟ 1 بوده. پس میگم جی مساویه 1، زیرش می‌نویسم. حالا اینجا هم آی من همیشه چند بوده؟ مقدار آ رو داشته. برای اینکه گفتیم هیچ اندیسی نباید تکلیفش نامشخص مونده باشه. اینا به صورت تک محدودیت بودن. ما فرم پارامتریک بیشترین کاربردی که برای ما داره وقتیه که ما یک مجموعه از محدودیت ها رو میخواییم به صورت پارامتریک بنویسیم، یعنی از حجم معادلات نوشتاری ما به شدت کاهش میده، به شدت اجتناب میکنه از حجم بالای معادلات نوشتاری ما. به این صورت فرض کنید یک دسته محدودیتی به این صورت دارم. فرض کنید x 1 1 x 1 3 کوچکتر مساوی 20
و x3 x2 x3 کوچکتر مساوی 5. فرض کنید یک دسته محدودیتی به این صورت دارم، میخوام فرم پارامتری که اینها رو بنویسم. خب دقت کنید، ما هر کدوم از این سطرها رو اگه نگاه کنید تو هر سطری اندیس اول ثابت میمونه، اندیس دوم تغییر میکنه. تو سطر دوم اندیس اول همیشه 2، اندیس دوم میشه 1 2 3. سطر سوم اندیس اول 3، اندیس دوم تغییر میکنه. چون این عملیاتی که بین اینها هست جمعه، حداقل یک سیگما رو خواهم داشت. پس فعلا یک سیگما رو مینویسم. دو تا اندیس برای x دارم، دو تا اندیس رو میدم برای x، های و چک. اندیسی که تغییر میکنه چی هستش؟ اولیه یا دومی؟ مقدار دومی هستش. پس میگم J از چند تا چند تغییر میکنه؟ از 1 تا 3. کوچیکتر مساویه. برای این عددهایی که اینجا هستن یه اس باید بذارم. اسم این ستا رو میتونم بذارم چی؟ چی بذاریم؟ C مثلا برای این. کوچیکتر مساویه C. همه C برای این کافیه. C نشون دهنده هر ستا اینها که نمیتونه باشه همزمان. برای اینکه نشون بدم حتما باید یک اندیسی برای این در نظر بگیرم. حالا اندیس من به نظرتون آی هستش یا جیه؟ حالا من یک بار آی میذارم، یک بار جی میذارم. ببینیم که کدوم حالتش درست. دوباره همونو می‌نویسم. ایکس آی جی کوچکتر مساوی سیه جی. جی مساوی 1 تا 3. خب، الان کدوم اندیس تکلیفش مشخص نشده تو قسمت اول؟ قسمت اول J تکلیفش مشخصه، ولی I هنوز تکلیفش مشخص نکردیم. تو I تکلیف I اگه بخوام مشخص کنم، یک بار در سطر اول 1، در سطر دوم 2، در سطر سوم 3. همه رو چون دارم یک جا نشون میدم، میگم که به ازای همه I هایی که عضو چیه؟ عضو مجموعه 1 و 2 و 3 هستش. یا مثلا میتونستم بنویسم به ازای هر آی، دیگه ننویسم عضو چه مجموعه‌ای هستش، وقتی آی همه مقادیرش رو میگیره. پس اگه طرف اول رو میخوام بنویسم، سریع باید حتما جلوش بنویسم که به ازای هر آی عضو مجموعه 1 و 2 و 3. الان ببینیم کدوم حالت اینها درست، اولی یا دوم. تو قسمت اولی اگه دقت کنید، اینجا اندیس ما چی هستش؟ آی. آیا تکلیف آی مشخص هستش؟ میگم که به ازای همه آی هستش. پس این تکلیفش مشخصه. میتونم بگم از لحاظ ساختار درست. ولی تو قسمت دوم اینجا تکلیف جی مشخصه، تکلیف آی هم چون سور عمومی خورده تکلیفش مشخصه. اینجا جی نه سور عمومی داره نه سیگمایی داره که باهاش مثلا تکلیف جی رو مشخص کنیم. پس این از لحاظ ساختاری درست نیستش. پس من میگم که اندیس هایی که من دارم باید به دو طریق تکلیفشون مشخص بشه. اندیس ها یا باید سور بخورن، سور عمومی یا خاص، و یا اینکه روی عملگر سیگما و یا ضرب تعریف شده باشه. الان دقت کنید، هر اندیسی که من اینجا دارم یا باید سور بخوره یا روی سیگما تعریف بشه. حواسمون باشه که سور عمومی یا مقداری که دارم به هر دو طرف نامساوی دلالت میکنه. یعنی این هر آی که اینجا نوشتم به ازای هر آی، هم این آی رو شامل میشه هم آی که این بره. ولی سیگما فقط عبارت جلوی خودش رو شامل میشه. مثلا من تو دفاعیه بچه‌ای که خواستم پایان نامه‌شون رو دفاع کنن، یه همچین عبارتی وقتی میدیدن استادها سریع میگفتن که این غلطه.
و شاید اصلا محدودیت هم اصلا کاری ندارن که این چه جور محدودیتیه. Thank you.